ارائه های ایزومتریک روز به روز داره جذابیتشون واسه مخاطبا بیشتر میشه چقدر خوبه وقتی از این نوع ارائه ها استفاده میکنیم یک پله هم ارتقا بدیم این کارها رو و جذابیتش رو واسه مخاطب رو دو چندان بکنیم برای مثال میتونیم فایل سبودیمون رو که وارد توی این ماشه میکنیم یک حالت چرخش هم بهش بدیم با دوربینی که قرار میدیم حالت ایزومتریک بهش بدیم و در نهایت هم خروجی بگیریم توی این واسه این مدل ارائه ها بسیار بسیار مناسبه و کاربر پسند هست شما راحت میتونید باش کار بکنید و خیلی هم سریع ازش خروجی بگیرید من سید محمد رضا لاجوردی هستم مدرس بین المللی نرم افزار تو این در ادامه آموزش با من همراه باشید میخوایم امروز این پروژه رو داخل تو این وارد کنیم متریال بدیم یک انیمیشن ایزومتریک ازش بسازیم و با کلی از تکنیک های جذاب تو این ماشین آشنا بشیم و ببینیم برای وارد کردن یک پروژه از هر نرم افزاری چه قدم های رو برداریم این فایلی که من طراحی کردم داخل نرم افزار رویت هستش و داریم از رویت وارد توی این موشن میکنیم اما تو این موشن انقدری قوی هستش انقدری امکانات داره شما میتونید از هر نرم افزاری واردش بکنید از اسکچاپ، راینو، مکس، وکتور ورک، آرکیکاد یا هر نرم افزار مدل سازی سبودی دیگه خب این فایل رو هم من در اختیارتون قرار میدم فایل رویت 2021ش رو میدم بهتون که اگر ورژن های بالاتر هم دارید بتونید استفاده بکنید ازش آبجکتاش رو هم به این صورت قرار دادم خب ما همیشه داخل تو این موشن آبجکت گذاری کردیم اما این دفعه داریم برعکسش رو انجام میدیم میخوایم همه حالتاش رو با هم کار بکنیم پروژهی که داخل پکیج کار شده معمولا آبجکتاش رو داخل تو این موشن قرار میدیم اما اینجا داریم یک تکنیک دیگه رو هم یاد میگیریم برای اینکه ما بتونیم وارد تو این موشن بکنیم در مرحله اول بهترین کار اینه که تمام قسمت هایی که میخوایم داخل تو این موشن متریال جداگانه بگیرند رو داخل نرمافزار افزار مدل سازیمون تفکیک بکنیم برای مثال من میام قسمت دیوارم رو قسمت کفم رو قسمت های مختلف آبجکت رو متریال هاش رو تفکیک میکنم منظور از تفکیک اینه که متریال پایه از متریال بدنه جدا باشه از متریال کف جدا باشه از متریال دیوار جدا باشه این میشه تفکیک که متریالی خب بعد از اینکه تفکیک متریال رو انجام دادم کافی پلاگین دیتا اسمیت رو نصب کنم مخصوص اون نرم افزار مدل سازیم دیتا اسمیت فور ریویت دیتا اسمیت فور 3ds Max این رو داخل کانال تلگراممون قرار دادیم میتونید از اونجا دانلود بکنید داخل وبسایتمون هم قرار میدیم میتونید از اونجا هم دانلود بکنید مخصوص به نرم افزاری که میخواید استفاده بکنید و دیگه بقیه قسمت رو به اون شکل پیش برید خب حالا این پلاگین چیکار میکنه هم ما میتونیم به صورت ریل تایم ببینیم پروژمون رو یعنی یک گزینه داره به اسم سینکرونایز که الان باهاش کاری نداریم در آموزش های بعدی توضیح میدم این مورد رو سینکرونایز کردن ولی به صورت خلاصه بگم یعنی شما مثلا میتونید این آبجکت رو پاک بکنید همزمان داخل توی موشن هم پاک شده باشه ولی امروز میخوایم راجع به اکسپورت تو دیتا اسپیت فایل صحبت بکنیم یعنی اینکه ما فایلمون دیگه نهایی شده میخوایم خروجی بگیریم ببریم داخل تو این موشن خب بعد از اینکه نهایی شد اکسپورت رو میزنم من یک مسیر بهش میدم مثلا میگم که این پروژم رو میخوام به اسم اتاق ایزومتریک ذخیرش بکنم داخل یک فولدری به این صورت اسمش رو مینویسم و خروجی گرفت برای من به همین سادگی خب کار دیگه که باید انجام بدیم اینه که یک فایل خالی تو این موشن باز میکنیم به این صورت و از پایین سمت چپ ایمپورت رو میزنم سپس اوپن رو میزنم بعد از اون مسیری که ذخیره کردم واردش میشم و دابل کلیک میکنم این قسمت رو هم حتما میذاریم روی جیامتری و کلپس رو هم میذاریم کلپس بای متریال چرا روی متریال میذاریم چون که ما داخل نرم افزار مدل سازیمون بر اساس متریال تفکیک کردیم به این صورت خب چند ثانیه صبر میکنیم لود شد بچه اگر فایلتون رو پیدا نکردید مثلا نمیدونید الان فایلتون اینجاست هر چقدر گشتید پیدا نکردید میاد اینجا روی لایتون از این بالا مثلث بیرون رو کلیک میکنید روی لایتون میزنید اف رو میزنید میره سمتش خب این از اولین تکنیک خب حرکت رو ببینید بچه ها ممکنه خیلی سریع باشه نگاه کنید مثلا من میخوام یکم برم جلو ولی داره خیلی عقب جلو میره دلیلش سرعت حرکت ما از یک تا شش سرعت حرکت داریم برای پروژه کوچیک بین عدد یک تا سه مناسبه یعنی یک رو بزنید اینجوری انقدر کند حرکت میکنید دو رو بزنید تونتر سه رو بزنید تونتر چهار و پنج و شیش هم که دیگه خیلی تون میشه برای این پروژه عدد یک تا سه مناسب هستش خب شروع میکنیم به تغییر دادن متریال هامون از بالا سمت چپ روی متریال کلیک میکنیم کانکریت رو میزنیم اینجا دیگه سلیقه من مثلا میخوام از آخری متریال بتونی استفاده بکنم و رنگش رو هم میارم یک رنگ سبز ملایم به این شکل قرار میدم خب به این صورت میام این قالی یا این فرش که اینجا قرار داره رو یک متریال سبز بهش میدم برای اینکه رنگ سبزشون یکی بشه دقیقا میام از قسمت کالر اینجوری رنگش رو تنظیم میکنم و برای اینکه دقیق تر تنظیم بکنم میام با متریال پیکر یا زدن شورتکات تی و بعد روی دیوارم کلیک میکنم اینجا کد رنگیش رو کنترل C میزنم کپیشه و میام دوباره روی فرشم کلیک میکنم روی کالرش میزنم میام اینجا کنترل V میزنم که دقیقا همون کد رنگی رو به من بده ببینید رنگیش تغییر کرد میتونید استور رو هم بزنید که رنگتون اینجا ذخیره بشه خب به این صورت آر رو هم بزنیم پس تریسینگ فعال میشه پس تریسینگ یک تکنولوژی نوری جدیده که رندر هامون رو ریال میکنه اگر کارت گرافیک RTX داشته باشید کار میکنه خب رنگ رو یک مقدار دستی هم تغییر بدیم باز بهتره به این صورت بریم سراغ بقیه قسمت ها اینجا ما پنل های 3D مون رو داریم میتونیم از قسمت متریال پلاستیک یه دونه 3D وال مثلا 0.3 بدیم اسکیلش رو بزرگ بکنیم فکر میکنم مناسب باشه برای اینجا متریال کفمون رو هم سلیقه یه میتونیم پارکت بدیم میتونیم متریال ماربل بدیم یا متریال های تایل بدیم من فکر میکنم اینجا تایل مناسب تر باشه فقط مدلش رو باید با هم چک بکنیم ببینیم کدوم بهتر میشه مثلا این خوبه اگر بتونیم مربعیش رو هم پیدا کنیم بهتره مثلا این فکر میکنم مناسب باشه خب این خیلی خوبه برای اینکه از این قسمت هم به یک اندازه باشه میتونیم بریم توی مور توی این قسمت و موو ایکس و موو رو مثلا جوری تنظیم کنیم که با لبه اینجا یکسان باشه که کارمون ای تر باشه اسکیل متریال رو هم میتونیم کوچیک و بزرگ بکنیم دیگه اینو بلدید قطعا میایم به شیشه هامون متریال شیشه ای میدیم میتونیم اپسیتیش رو کم و زیاد بکنیم به این صورت و اینجا هم دوباره یک متریال شیشه ای داریم و همینطور این قسمت شیشه ای ها رو دوباره مجدد شیشه بدیم چون خود متریال های شیشه ای تو این موشن کیفیت بالاتری داره خب از قسمت وود میایم متریال های این قسمت رو هم تغییر میدیم طبق اون چیزی که مد نظر خودمون هست ممکنه چیزی که شما بخواید تغییر بدید با من متفاوت باش که کاملا طبیعیه و قطعا هم درست خواهد بود میتونیم اینا رو به هر رنگی هم که میخوایم تغییرشون بدیم خب گلدون ها رو هم همینطور میتونیم خاکش رو تغییر بدیم اگر فکر میکنید خاکش بیکیفیته تغییر بدید البته که تقریبا مناسبه میتونیم از قسمت ماتریال های گراوند نیچر مثلا بیایم یک متریال خاک بدیم یا مثلا به یک متریال دیگه بدیم به هر نحوی که خودتون صلاح میدونید میتونید متریال بدنش رو هم اگر فکر میکنید بی کیفیت یک متریال بتونی بهتری نسبت بدید مثلا همچین شکلی یا به این شکل یا به این شکل یا حداقل بیایید با رفلکتش کار کنید برای اینکه طبیعی تر بشه رفلکتش رو کم و زیاد بکنید به این صورت و فکر میکنم این بهتر باشه خب اینجا رو هم میتونید یک سری متریال ها مخصوص به کار خودتون بهش نسبت بدید مثلا رنگش رو بیایید سفید بکنید هرچقدر چقدر متریالتون بافت داشته باشه رفلکتش درست تر باشه کارهاتون ریال تر میشه بچه ها می میتونیم متریال به این شکل فلزی بدیم رفلکتش رو کم و زیاد بکنیم به این صورت عالی خب اینا رو هم که دیگه چون متریالش رو نداریم بهتر اصلا دست بهش نزنیم فقط رفلکتش رو کم و زیاد بکنیم به این صورت بسیار عالی خب من یک قسمتی رو متریالش رو تغییر دادم و خوب این مشکل پیش اومد نگاه کنید متریال زمینم تغییر کرده احتمالا اینجاها بوده یک متریالی من تغییر دادم زمینم هم تغییر کرده ببینیم درسته بله ببینید متریال زمینم رو نیمدم تفکیک کنم داخل نرم مدلسازی سازی و بعد مجدد وارد کنم اما اما چون استثنا این زیاد تأثیر نداره این یک قسمت کوچیک توی کار ما پس من ترجیح میدم متیال کفم رو عوض بکنم ولی حواستون باشه این مشکل ها باید قبل از اینکه وارد بکنید داخل نرم افزار مدل چک بکنید که متریال جایی با هم یکسان نباشه که مثلا من اینو تغییر میدم پنجرم تغییر کنه یا پنجرم تغییر میدم این تغییر کنه حالا من اینو از قسمت تایل ها میام و تغییرش میدم از داخل توی موشن هم نمیتونید اینو درست کنید بچه فعلا تا این ورژنی که اومده همچین امکانی وجود نداره که شما بید داخل نرم افزار توی موشن مثلا بگید متیال اینجا با متیال اینجا تفکیک بشه ولی خب چون تاثیر زیادی نداره روی این قسمت و از دور ما میخوایم انیمیشن بگیریم مهم نیست ولی حواستون باشه که حتما حتما این موارد رو رایت بکنید و درستش اینه بیایید وارد مثلا نرم افزار رویت بشید و متریال کفتون رو تغییر بدید مثلا پی و تی رو بزنید زبانتون به انگلیسی باشه و مثلا بیایید اینجا یک متریالی که هیچ کدوم از قسمتاتون بهش نسبت داده نشده روش کلیک بکنید مثلا بگید که زمینتون هم این متریال رو داشته باشه حالا الان اینجا از این قسمت دیگه تفکیک شده و بعد مجدد وارد بکنی این راه اصولی شه خب پس این نکته رو هم متوجه شدیم خب ما داخل توی این موشن دیگه اینجا زیاد آبجکتی نمیخوایم بدیم چون داخل نرم افزار مدل سازیمون که الان رویت بود تقریبا همه این کارها رو انجام دادیم بیشتر اینجا داریم متریال میدیم یک متریالی هم که کارهامون رو خیلی جذاب میکنه به نظر من متریال نئونی هستش مخصوصا اگر پس تریسینگ رو پشتیبانی بکنه سیستمتون اینجا میایم نئون میدیم به این لامپمون خب و این قسمت هم دوباره یک نئون میدیم خب بدنش هم میایم یک متریال فلزی میدیم به این صورت اینجا هم همینطور دوباره میتونیم مثلا یک متریال فلزی بدیم و خودش رو یک متریال نئونی بدیم به این صورت عالی شد بچه حالا این قسمت هم یه نئونی داریم میتونیم اینجا نئون رو نسبت بدیم و بریم تو کالرش رنگش رو مثلا اینجا زرد بکنیم این یکی و یه نئون دیگه بدیم رنگش رو آبی بکنیم و اینجا هم دوباره یه نئون دیگه بدیم رنگش رو بنفش بکنیم نئونا ها مدلای مختلف دارن حتی یه نئون هستش RGBه ببینید مثلا اینو بذارم اینجا رنگش ای داره مدام عوض میشه میتونید از نام استفاده بکنید هر جوری که فکر میکنید بهتره همون کار رو انجام بدید ولی من ترجیح میدم همون حالت قبلی رو داشته باشه یعنی زرد باشه اینجا بنفش و به این صورت البته اگر انیمیشن بگیرید خب جالب میشه RGB هم بدید ببینیم کلش RGB بدیم چطوری میشه توی انیمیشن همون کدوم به نظرتون بهتر میشه مثلا از دور اگر بخوایم ببینیم از دور اگر بخوایم ببینیم خوب شد فکر میکنم RGB هم مناسب هستش خب فقط قسمت هایی که هنوز متریال ندیم یکی این قسمت که بعد متریال نئونی بهش بدیم مجدد و دیگه این قسمت هم تقریبا متریال خودش مناسب هستش اما اگر فکر میکنید میشه اکسیسش رو بهتر کرد میتونید مثلا این قسمت دورش رو تغییر بدید که یک بافتی هم داشته باشه ولی چون از دور دیده میشه زیاد مهم نیست اینجا الان متریالش دیده میشه پس میتونیم یک متریال دیگه قرار بدیم فکر میکنم مناسبه خب بسیار عالی متریال دهی تقریبا تموم شدش حالا ما باید یک سری گیاه روی این گلدون ها قرار بدیم دیگه قبول دارید داخل نرم افزار رویتمون که مدل سازیمون بوده تقریبا همه ی آبجکت هایی که نیاز داریم رو قرار دادیم حالا اگر فکر میکنید چیزی میتونه تکمیل ترش بکنه به غیر از گیاه قرار بدید مثلا اگر فکر میکنید اینجا یک لپتاپ یک تبلت نیاز هست قرار بدید میتونید از این قسمت ها بیاید پیداش بکنید و مثلا اینجا یه دونه لپتاپ هم قرار بدید که کار بهتر بشه یا اصلا لپتاپ فکر میکنید اینجا جاش نیست میتونید یک کامپیوتر قرار بدید یک تبلت قرار بدید به هر شکلی که فکر میکنید مناسب تر هستش میتونید این کار رو هم انجام بدید خب به این صورت یک جوری باش فقط کلیت کار رو نپوشونه خب این هم به این شکل میتونید خودتون هم بس آبجکت قرار بدید اگر فکر می کنید نیاز هست حالا من چیزی که الان فکر اینجا خیلی نیازه آبجکت هایی مربوط به گیاه ها هستش بوته ها رو میزنم و اون گیاه هایی که فکر میکنم اینجا جاش مناسب تر هست رو انتخاب میکنه برای مثال یکیش این هستش خب بچه اگر یه گیاهی رو دیدید اینجا نداره مثلا میخواید گیاه سانسوریا قرار بدید اینجا میبینید توی گیاهاتون هر چقدر میگردید پیدا نمیشه میرد از قسمت کویکسل مگا که کلی آبجکت و متریال و دیکال و گیاه داره پیداش میکنید مثلا این قسمت داره سرفیسه که متریال های ما هست مثلا وود ببینید کلی متریال وود داره که بعد فیلتر شکنتون روشن باشه تا بهتون به نمایش در بیاد و اینجا فایل رو بزنید ساینین بکنید تو اکانتتون که بتونید هر کدوم میخواید دانلود بکنید مثلا پارکتاش ببینید کلی پارکت با کیفیت داره که داره هر چند وقت یک بار هم بروز میشه و جدید بهش اضافه میشه حالا ما با این قسمت الان کار نداریم با 3D پلنسش کار دهیم. کلی آبجکت های گیاهی داره که با کیفیت هستن جدید هستن ببینید هر کنو بخواید میتونید دانلود بکنید حالا من گیاه سانسوریا رو میخوام اگر پیداش نکردم اینجا با فیلتر شکن روشن سرچش میکنم مینویسم سان sun... ببینید الان خودش واسه سم ورد سانسوریا روش که کلیک بکنم اینجوری میکشمش میارم اینجا ببینید چند مدل مختلف قرار داده واسه من که من از بین اونا مثلا بیام انتخاب بکنم خب خیلی هم عالی مثلا من یکیش رو میگم برای مثال اونی که بهتره به نظر من واسه اینجا حتی همش خوبا میتونیم اینو انتخاب بکنیم دابل کلیک میکنم که یکیش انتخاب بشه ببینید وقتی یه بار میزنم همش انتخاب میشه اما وقتی میخوام یکیش انتخاب بشه دابل کلیک میکنم روش خب حالا شیفت رو نگه میدارم که کپی بکنه و کپی رو میزنم یک مقدار مثلا میتونه بیاد بالاتر یک اینورتر خب این مثلا الان مناسبه یه دنه هم واسه اینجا بذارم این یکی رو دابل کلیک میکنم که یه دونش سلیک بشه شیفت و نگه میدارم روی کپی میذارم یک مقدار میارمش بالاتر میتونید ارتفاعش رو هم کم و زیاد بکنید دیگه اینو قطعا بلدید خب دیگه بقیش کاری ندارم یه بار روش کلیک میکنم که همشون سلیک بشه و دیلیت رو روی کیبوردم میزنم پس گیاه های 3D Plants Quixel Mega رو هم در نظر داشته باشید که میتونید از اینها هم استفاده بکنید توی هر قسمتی که میخواید مثلا من الان یه ندیگه میارم اینجا این یکی رو انتخاب میکنم شیفت و نگه میدارم چرا شیفت و نگه میدارم چون که بعدش میخوام کلیتش رو پاک بکنم این گیاه هم, هم که اینجا انتخاب کردم باهاش پاک نشه و یه کپی ازش داشته باشم و دیگه هر گیاهی هم که بخواید اینجاها هستش دیگه یه سری هم توضیح داره مثلا گیاه های شهری و هر مدلی که بخواید چمن گیاه های رونده همه اینا رو اینجا بندی هاشو داره میتونید دانلود بکنید یا استفاده بکنید که توی کارهاتون داشته باشید خب ببینیم دیگه اینجا چی به کار ما میاد یه بقیه شون رو من میرم از اون سمت انتخاب میکنم مثلا از قسمت بوته ها میام اینجا برای مثال این گیاه رو انتخاب میکنم این نه یک گیاهی که یک مقدار سر حال تر باشه سازش کوچیک میکنم این فکر میکنم مناسب فقط توجه داشته باشید مثلا اینجاها نزنه بیرون که اگر زد بیرون سعی کنید زاویه دوربین رو به نحوی بچینید که نشون داده نشه الان این همه جوره داره نشون داده میشه پس کلا تغییرش میدم مثلا این یکی ببینم چه جوریه میارمش پایینتر سایزش کوچیک میکنم این مثلا بهتره توی اون موردی که نشونتون دادم باگ کمتری داره و یه دونه مثلا این مدل گیاه رو قرار میدم فکر میکنم دیگه مناسبه و اینها رو هم پاک میکنم دیگه از اینجا به این صورت دیلیت رو میزنم خب خیلی هم عالی خیلی هم عالی الان بچگاه کنیم بعد بریم سراغ دوربین گذاری این هم هم رو به نظرم میشه بهتر کردی. روشنتری کرد یک متیل روشن کرد مثلا بیایم اینجا رنگش رو از قسمت مور لومینوسیتی یک مقدار بیشتر کنیم خب خوبه بچه این قسمت رو خیلی دقت کنید ما الان کلیت کارمون در اومد من ما اول یه سیو ازش بگیرم یه سیو بگیرم برای مثال روی دسکتاپ میگم که ایزومتریک روم خیلی هم عالی حالا که دیگه تکمیل شد میایم زاویه دوربین رو ست میکنیم از قسمت مدیا اگر خواستید رندر بگیرید میید تو قسمت ایمیج اگر خواستید ویدیو خروجی بگیرید یا انیمیشن می تو قسمت ویدیو من میخوام ویدیو خروجی بگیرم اینجا کرییت ویدیو رو میزنم خب یه قابی واسه من بست من میخوام این رو توی فضای مجازی توی قاب مربع انتشار بدم پس چیکار میکنم یه قدم می هم عقبتر ببینید الان مدیا رو زدم ویدیو حالا میام توی مور ویدیوم اینجا فرمتش رو میزنم روی 1080 در 1080 پیکسل قابم مربع شد اوکی تا اینجا خب حالا میام روی ویدیوم کلیک میکنم میرم توی مور ویدیوم درسته اینجا کامیرا رو میزنم فوکال لینث رو زیاد میکنم عددش رو به این صورت که نزدیکتر باشم به پروژم و اینجا دی او اف رو هم اینجا پارالیسم رو هم آن میکنم پارالیسم رو آن بکنم پرسپکتیو هم موازی میشه نگاه در اینجا کجه پارالیسم رو آن بکنم موازی میشه نگاه کنید تفاوتش رو برای ایزومتریک کردن کار حتما این باید آن باشه خب به این صورت میتونید دوباره این رو هم یک مقدار زوم بیشتری داشته باشید به این صورت یا باز هم اگر بشه بیشتر کرد بهتره اگر دیگه زیاد بکنید یکم سخت حرکت میکنه و سخت میتونید پیدا کنید اون چیزی که میخواید رو حالا من فکر میکنم دیگه فوکال لنس دیویس اینطورا مناسب باشه این الان یک عدد مناسبی هست باز هم اگر زوم بکنید اوکیه ولی اینم جوابگوی کار ما هست خب عالی به نظرم قاب خیلی خیلی خوبی هم بستیم حالا یک مقدارم بیایم عقبتر که از اطراف فضا داشته باشه اگر کارمون قرار به چرخه به این صورت خب و اینجا حتما حتما رفرش رو بزن اگر رفرش رو نزنید زاویه دوربین تو این چیزی که اینجا داره نشون میده اما اگر رفرش بزنم ببینید آپدیت شد به این چیزی که الان داریم میبینیم خب بکگراندمون رو تغییر میدیم بکگراندمون رو مثلا میدیم روی یک متریال سفید یا یک متریالی که میتونه یه هارمونی داشته باشه با دیواره هامون ببینید هر کدوم که فکر میکنید بهتر دیگه اینا سلیقه یا حتی اصلا میتونید مشکیش بکنید و رفلکتش رو زیاد بکنید ببینید همه اینا تکنیک ها بچه ها میتونید این کارها رو هم انجام بدید الان من آر رو هم بزنم پس تریسینگ هم روشن میشه ببینید به این صورت یک مقدار دوربین و بیاد پایین یک مقدار سخت تکون دادنش خب خوبه ببینید به این صورت شد پس بگراند رو هم طبق سلیقه خودتون به هر شکلی که دوست داشتید تغییر بدید بچه ها به این صورت خیلی هم عالی حالا ما باید نور رو تنظیم بکنیم همین الان هم میتونیم خروجی بگیریم ولی نور رو میتونیم بهتر تنظیمش بکنیم از قسمت مور اولاً لایتینگ رو میزنیم میتونیم اکسپوژر رو زیاد و کم بکنیم مثلا این الان زیاد روشن شد خیلی کم شد اینها رو میتونیم تغییر بدیم و نکته دیگه اینکه اگر شما پس ریسینگ داشته باشید تنظیمات نوریتون متفاوت یعنی ممکنه اینجا الان نورتون با پس ریسینگ خوب باشه ولی بدون پس ریسینگ مثلا تاریک باشه نیاز باشه اینو رو بیشتر روشن بکنید اینا رو هم حواستون حتما باشه با امبینت و موارد این شکلی هم کار بکنید ناکنید الان اینجا رو نور محیطی در روش تاثیر میذاره و در نهایت هم با لوکیشن میتونید جهت سایه ها رو تغییر بدید به سمت و سوی که فکر میکنید بهتر هستش نگاه کنید همه اینا توی ریال تر شدن و واقعی تر شدن تون تأثیر داره حالا برای اینکه نور کلی یک فضای دیگه ای هم داشته باشه میتونید از HDR Environment ها هم استفاده بکنید مثلا نورهای آسمون، نورهای محیطی، نورهای استودیویی من مثلا یک نور آسمون رو برمیدارم برای مثال میتونم یه دونش انتخاب بکنم و دانلود بکنم و توی کارم استفاده بکنم برای مثال اینو میتونم بکشم ببینم چه نوری به کلیت کارم میده چند ثانیه سب کنم خب نگاه کنید حالا میتونم به این شکل تغییرش بدم اگر پس تریسینگ روشن باشه خیلی این نور رئال میکنه کارتون رو معمولاً و سان اینتنسیتی رو هم روشن بکنید نور خورشید رو هم دخیل میکنه اگر سان اینتنسیتی صفر باشه نور خورشیدتون دیگه تاثیر نداره فقط نور اشتیارایتون هست و بعد از اینکه اینو زیاد کردید میتونید حتی شدوها رو هم شارپتر یا نرمتر رو کنید ببینید الان سایه ها چقدر نرم شد هر چقدر عددش کوچیک باشه سایه ها تیزتر میشه پس تنظیمات نوری رو هم دست خودتونه میتونید به روی حالت داینامیک اسکای که بیایید از اینجا تغییرش بدید یا میتونید بذارید روی حالت اسکای لایت و بیایید از داخل خود این عکس آسمون تغییرش بدید اگر بذارید روی حالت اسکای لایت دیگه نمیتونید با لوکیشن تغییرش بدید ببینید اینا دیگه دیزیبل میشه غیر فعال میشه یک حالت سومی هم وجود داره که الان توضیحش نمیدیم اون این هستش که در واقع یک اشتیار هستش که حالت بکدراپ داره یعنی میتونید حتی جابجاش بکنید یک کره میشه در واقع حالا من میام چند تا آسمون دیگر رو هم تست میکنم قبلا فیوریت کردم جزو آسمون های خوب هستش شما میتونید هر کدوم خواستید فیوریت کنید که بعدا راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید میام چند مدل نور رو توی کارم استفاده میکنم به این صورت این نور لامپ این قسمت هم احساس میکنم خیلی داره اذیت میکنه یک مقدار نئونش رو کمتر بکنیم که شدتش انقدر تاثیر نذاره رو کلیت کارمون خب باز هم جای کار داره به نظرم این نورمون میتونه بهتر از اینها باشه یا اکسپوژر رو بیاریم پایین تر یا میتونیم با وایت بالانس بازی کنیم یک مقدار نور خونکتر داشته باشیم با همه اینا باید کار بکنید تا ببینید کدوم بهترین نتیجه رو به شما میده خب به این صورت میتونیم اینتنسیتیش رو زیاد بکنیم این الان داره به نظرم نور جالبی میشه و بعد هم اینجا میتونیم اینتنسیتی رو سان رو سیف کنیم من به نظرم این نور نور خوبیه شما هم نظرتون با من موافقه بعد اکسپوژر رو هم میتونیم یک مقدار زیاد کنیم یا کمتر کنیم ببینیم که چه جوری میشه میتونیم دستی هم بهش عدد بدیم خب این خوبه میتونیم اینو داشته باشیم فعلا دستش نزنیم دوباره تو همین زاویه یک کرییت ویدیوی دیگه بزنیم با یک نور دیگه هم تست کنیم شاید نورهای بهتر از این هم داشته باشیم یک مقدار سایه ها نیستش پس بهتره یک نوری داشته باشیم که سایه هاش هم بیشتر باشه میتونیم اینجا سان اینتنسیتی یک مقدار فعال کنیم آها این الان داره خوب میشه میتونیم زاویهش رو تغییر بدیم فکر میکنم اینم خوبه مقایسه کنیم با قبلی ببینیم که این بهتره یا این یا این فکر میکنم اینجا سایه ها هست بهتره بچه من این نظر دارم حالا بازم میتونیم نورهای دیگه تست بکنیم ولی برای اینکه ویدیو طولانی نشه فقط یه دونه دیگر تست میکنیم مثلا این یکی رو ببینیم چطوری میشه بستگی به قدرت سیستم تو ممکنه یک مقدار طول بکشه این HDR های عوض کردن ها این هم خوبه میتونیم حتی سان اینتنسیتیش رو بیشتر کنیم و یا اینتنسیتی خودش رو کمتر کنیم یا بیشتر کنیم وایت بالانس رو هم میتونیم یک مقدار گرمتر بکنیم هر چه عددش بیشتر بشه کلوینش بیشتر بشه گرمتر میشه هر چقدر بیاد پایین تر سردتر میشه خب به این صورت این هم مناسبه حالا شما دیگه طبق سلیقه خودتون میتونید یه کدوم رو انتخاب بکنید این آخری به نظر من مناسب هستش بچه خب حالا من اینجا میگم میخوام انیمیشن بگیرم از این و انیمیشن هم 10 ثانیه باشه ببینید الان بچه من پس تریسینگ رو آف بکنم این شکلی میشه آن بکنم این شکلی میشه برای اینکه سایه هاتون رو هم بدون پست تریسینگ کنترل بکنید کافیه بیاید توی مور رندرر اینجا شادو رو نگاه کنید توی تغییر بدید ببینید سایه ها رو محف میشن یا شارپ میشن یک عدد مناسبی رو پیدا کنید که بهترین حالت سایه هاتون نشون بده و همینطور بیاید داخل مور میتونید دوباره با این تنظیمات سایه هاتون رو کنترل بیشتری روش داشته باشید اگر که پس تریسینگ داشته باشید که دیگه خب سایه هاتون رو خیلی طبیعی تر میبینید خب تا اینجا تموم شد فقط کافیه این رو بهش یک روتیت بدیم یعنی یک دوران بدیم برای دوران دادنش چیکار میکنیم میایم از قسمت تولز از قسمت انیماتورز روتیتورز یه دونه روتیتور این وسط وسط کارمون قرار میدیم برای اینکه وسط بودنشو پیدا کنیم این چشم رو میزنیم اینجا رو میزنیم این یعنی بالای کارمون قرار میگیریم و این رو یه جوری وسط کار قرار میدیم تقریبا اینجاها وسط کاره ببینید این حالت واقعی بودنشو فقط با پس تریسینگ داشته باشید تا این شکلی از حالت گرافیکی در بیاد خب پس این تقریبا میشه گفت وسط کار ما هستش برمیگردیم به زاویه دوربینمون خب حالا ببینید بچه این لایه یه روتیتور ما هست روش کلیک میکنیم میگه چند درجه به چرخه میگم حالا فعلا سب کن بذار اول بقیه کار رو انجام بدم اولین لایتون رو از بالا سلکت بکنید تا آخرین لایتون پایین خب کلیک راست کنید کات رو بزنید بیاید روی لایه روتیتورتون پیست هیر بکنید ببینید چی شد بچه خیلی جذاب شد قبول دارید لاده شد خب حالا میتونید بذارید رو پینگ پونگ میتونید بذارید روی لوپ رو لوپ بذاری تکرار میشه یعنی که بگید کلا یه بار باشه ما استسان تو این پروژه میخوایم پینگ پونگی باشه یعنی بره بیاد سرعتش هم مثلا میتونید زیاد بکنید میتونید کم بکنید مثلا من فکر میکنم یک دهم برای اینجا مناسب باشه یک دهم مناسب به نظر من خب فقط اینکه که به نظر من این باشه منفی 45 که یه همچین حالتی به ما بده فکر کنم این بهتر باشه داره کار ما رو بهتر نشون یه ما بعد زاویه دوربینمون رو تغییر بدیم که بهتر ببینیم مثلا یه همچین زاویه دوربینی داشته باشیم شاید بهتر باشه ببینید مثلا یک مقدار تغییر بدیم که بیشترین قسمت کار رو مشاهده بکنیم به این صورت من فکر میکنم این ایدئال ایدئاله عالی شدیم بچه عالی حالا فقط رفرش بکنیم اینجا آر رو هم بزنیم ببینید با پس هم حتی عالی میشه فوقلاده است فوقلاده پس کامل یاد گرفتیم بچه هیچ کاری نداشت هیچ کاری نداشت حتی شما میتونید اینجا بقیه قسمتش هم تغییر بدید مثلا سرعت و زاوی و بقیه موارد حالا بریم خروجی بگیریم اکسپورت رو میزنیم ویدیو رو میزنیم میگم که این ویدیو رو میخوام با این زاویه نور با این مدل تابش آفتاب و این مدل نور پردازی اینجی روش کلیک میکنم استارت اکسپورت رو میزنم میگم که مثلا روی دسکتاپ باشه ببینیم چند دقیقه طول میکشه بچه نگاه کنید اصلا به دقیقه نکشید حالا من سیستم هم یک سیستم نسبتا قویه اگر سیستمتون ضعیفتر باشه از این طولانی تر میشه ولی دیگه مثلا به ساعت نمیکشه ببینیم چقدر جذاب چقدر فوق العاده شد حالا من پس تریسینگ رو روشن بکنم کیفیتش از این هم بالاتر میره ده ثانیه انیمیشن پس ریسینگ رو روشن بکنم رئالتر به من خروجی میده ببینیم با پس ریسینگ چقدر طول میکشه رو سیستم من رزولوشن 1080 در 1080 پیکسل و 10 ثانیه انیمیشن داره محاسبه میکنه پس تریسینگ طولانی تر هستش بچه چون خیلی نور پردازی دقیق تری هست پس طبیعی هم هستش که طولانی تر باشه موقع خروج گرفتن نکنید الان برای من نوشته 5 ساعت طول میکشه خب 5 ساعت عدد خیلی خیلی زیادیه برای اینکه کمتر بشه بعد چند تا کار انجام بدم یکی اینکه بیام اینجا مور رو بزنم فرمتش رو کم بکنم که خب کم هست اوکی مورد دیگه اینجا دو هزار سمپل داره واسه هر یه باری که میخواد عکس خروجی بگیره سمپل هم یعنی اینکه میاد چقدر طول میکشه تا هر پیکسل رو آنالیز بکنه نویزاش رو بگیره اینجا دی نویز بکنه و موارد این شکلی من واسه این پروژه رو عدد دیویست کافیه بذارم دو هزار خیلی زیاده ببینید دیویست عالیه دیویست هم الان به من کیفیت خوبی داد خب پس این رو یک بار دیگه خروجی میگیرم ببینم این نفه چند ساعت به من خروجی میده ببینیم از دو هزار پیکسل سمپل گذاشتم و دیویست سمپل چقدر تغییر کرد پنج ساعت شد سی دو دقیقه سی سه دقیقه پس حواستون به این موارد هم باشه که رندر هاتون طولانی نشه امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید من سید محمد رضا لاجوردی هستم مدرس بین المللی نرم افزاره. تو این موشن هر سوالی هم داشتید بچه زیر همین پست بنویسید تک تک سوالات رو پاسخ میدیم میتونید عضو گروه پشتیبانی عمومی تلگراممون بشید اونجا من حضور دارم بقیه مدرسین هم حضور دارن و هر سوالی داشته باشید ما به صورت کامل پاسخ میدیم اگر هم دوست داشتید که تو این موشن رو به صورت کامل تر آموزش ببینید از صفر تا صد آموزش ببینید روی پروژه های بیشتر و گروه پشتیبانی مخصوصش باشید میتونید پکیج تو این موشن رو هم تهیه بفرمایید تا آموزش های دیگه خدا نگهدارتون.